پوریا بچه ها اومده با یه ویدیو یه دیگه رپ فارسی، محفل اخبار عجیبه. هرچی نباشه توش سبک رپ و مملکت ایران با هم پیوند خوردن. تو این سبک بسیار زیبا در طول سال ما یه سری اخبار میشنویم که اولین واکنشمون کلمه دیدم هستش. اگه زیادی اتو کشیده و مؤدب باشی میگید پشمام اینا کنین، پشمام چیه؟ خلاصه ما یه سری از این اخبار رو جمع آوری کردیم تا هم مرور خاطراتی بشه برامون و همه شما هم از این اخبار تو ذهنتون بود برامون کامنت بکنید، ویدیو رو لایک کنید، زحمت بکشید چنل رو ساب کنید، میکروفون رو حال میکنید جون دادا و به دوستاتون هم معرفی کنید. چه کسیریاتی بیر مهرادیده و BTS قبل پخش آلبوم زوزنقه بود که مهرادیده از کاور آلبوم زوزنقه رو نمایی کرد که دوتا زوزنقه رو گذاشته بود بغل هم. طرفداران BTS که ساکن ایران بودن و واقعا عذاب آورن ریختن تو کامنت ها و گفتن اسکیه مهرادیده چسکوزم یه استوری گذاشت و تمامی BTS فن های ساکن ایران، خارج ایران و سیارات دیگر رو با کلمه سه حرفی کون یکسان دونست. طرفدارای عقب مونده BTS هم شروع کردن به ریپورت های تعداد بالا رو پستای مهرادیده و هر پستی که مهرادیده میذاشت این روانی ها ریپورت میکردن، آخرش هم پاک میشد و جالبه که کاور هم عوض کرد آخرش. دیسه اپیکور به ترامپ، فکر کنم سر قضیه برجام یا همچین چیزی بود که ترامپ با ایران دعوا شده بود. تو این موضوع گروه سرتاسر گروه اپیکور توی آهنگ به اسم ترامپ به رئیس جمهور یک کشور انگلیسی زبان به زبان فارسی دیست دادن. نکته بسیار حائز اهمیت این داستان حمایت جناب آقای رائفی پور از این آهنگ بود، کتک کاری زیرو تونی وان کید و دوست دختر احمقش محمد طفل و دوست دخترش نصف ماه رو کات بودن و دائم در حال فالو آن فالو کردن همدیگه بودن و ما مجبور بودیم اخبار رابطه احمقانه این دوتا از رسانه ها رو دنبال میشد. ملت بکس نیاز نرم، ملت بکس نیاز نرم. تا اینکه چند وقت پیش پرشیکت میره خونه محمد و بنا به گفته خودش به خاطر خیانت بهش شروع میکنه به کتک زدن محمد و محمدم چون کاملا به حقوق زنان و برابری احترام میذاشت پرشیکت رو میگیره زیر کتک و تا نوک مامهاشو خوره میکنه. این ماجرای احمقانه با دخالت پلیس و دستگیری محمد تموم شد. دیگه بچه‌ها شما مثل محمد نباشید. بله امپراتور. توضیح سامان ویلسون از کتک خوردنش. سامان ویلسون رو توی کافی سر بحثی کسچر میخوابونن زیر گوشش، بعد خود کسخلش برمیداره تو چنلش داستان کتک خوردنش رو جوری تعریف میکنه انگار این زده. خلاصه فرض کن بری کشون بدی وقتی برگشتی خونه بگی یه کشونی دادم بهشون کیهشو پارچون. چهار تا مدرک دانشگاهی مدگل. مدگل یه بار به خاطر فشار زیادی که ملت به خاطر ویدیوهای احمقانش بهش وارد کرده بودن ناراحت شده و توی استوری گفت که اینا گاون و من چهار تا مدرک دانشگاهی دارم. حالا اینکه این مدارک چنین مهم نیست و حالا زیادم مهم نیست، ولی این ویدیوهایی که میذاره رو احتمالا بدیم به یه دین ردی هم میتونه بسازه خدایی. به به هک پیج فرزان توسط دوست دخترش. یه مدت این جوانان رپر به اصطلاح زیرزمینی یه دختر فمینیست کسخل به عنوان دوست دختر و رپر در کنارشون داشتن و واسه کسلیزی حمایتشون میکردن و فیت میدادن باشون. فرزان هم یکی به اسم الکسی ایوانوویچ داشت که آخرش بهش گیر زد و پیجش ازش گرفت. یعنی چقدر کسلیزی فرزان که پیجتو دادی دست دوست دختر، بمیر. بسوز از زندان سوخت قلم، بسوز از زندان سوخت قلم، دوست دخترم مادر شد و من هنوز پسرم، اگه پسری دست بزن. شماره کارت پیشرو. 90% کریر پیشرو صرف ناله برای نداشتن پول شده. به دفعات طرفداراشو به خاطر حمایت نکردن تهدید به خدافزی کرده و از هر کاری نشون بده که گداز دریغ نکرده. تو عجیب ترین موردی که شاید بودیم پیشرو شماره کارتشو گذاشت و با حالت بسیار ناراحت طلب پول کرد.
دیدار تتلو و رئیسی. سال 96 در جریان انتخابات ریاست جمهوری بین تتلو و رئیسی یه دیدار تو برج میلاد انجام شد. حالا چون این موضوع خیلی ریسکیه پرداختن بهش، ما هم کونمون خارج نداره که، پس زیاد نمیپردازیم بهش. تسلیت مرگ محمود احمدی نژاد. نیپسی هاسل رو نمیدونم میشناسید؟ یعنی نیپسی یه رفتر آمریکایی بود که چند سال پیش کشته شد و محمود احمدی نژاد توی توییت به انگلیسی مرگش تسلیت گفت. نکته جالبی که هست اینه که احمدی نژاد بارها تو توییت های انگلیسیش از توپاک نقل قول کرده. خدای میکروفون رو حال میکنید بچه ها؟ چه میکروفونیه؟ پیشنهاد ایلومینیاتی به پوتک. دقیق نمیدونم تو چند تا ویدیو این موضوع رو گفتیم، ولی اینقدر میگیم تا فراموش نکنید. وقتی که پوتک هنوز گوش خاصی نشد، پوی از زن تو گاییدن با این غلط های املاییت. وقتی که پوتک هنوز گوه خاصی نشده بود، یه پست گذاشت تو اینستاشو گفت که ایلومینیاتی در ازای پول به پوتک و یه رپر دیگه پیشنهاد همکاری داده و قبول نکرده. او مای گاد. سولد اوت شدن کنسرت اپیکور. تصور این که حتی یک نفرم بخواد بلیت کنسرت اپیکور رو بخره عذاب آور و عجیبه. حالا شما فرض کنید یه خبر منتشر شد که کنسرت اپیکور تو دبی سولد اوت شد. حالا فیلمای کنسرت رو که نگاه میکنیم از جشن تولد یه بی خانمان هم جمعیت کمتری توش بود، ولی خب یه گوهی خوردن نوشتن سولد اوت شده. رابطه سحر قریشی و تتلو. آقا خودم به شخص انتظار این که سامان ویلسون با ترلان پروانه دوست بشه رو داشتم، ولی این یکی رو نه. تتلو و سحر قریشی یه مدت یه جوری پست استوری گذاشتن که به نظر میرسید با هم در رابطن، ولی خب بیشتر شبیه توهم توزیع بود تا اینکه با هم عکس و لایف گرفتن و حتی تو کنسرت تتلو هم سحر قریشی حضور داشت. البته به نظر میرسه این موارد بیشتر برای جلب توجه و ویو بوده باشه، ولی خب چه میشه کرد. نامزدی یاسر بینام برای ریاست جمهوری. اگه یاسر بینام رو نمیشناسید چیز خاصی از دست ندادید و حتی یه عذاب کمتر به مغزتون وارد شده. یاسر بینام با کت و شلوار پا شد رفت تو انتخابات سال 1400 ثبت نام کرد و البته کسی کیرش حساب نکرد اونجا. بعدش هم یه آهنگ داد بیرون که اگه من رئیس جمهور میشدم فلان میکردم بیسار میکردم. کتک خوردن علی قاف از علی النور. علی النور یه کسخالی بود که یه زمانی اوج افتخارش این بود که شاهین نجفی تو یه وایس اسمش رو آورده. بعد تخریبات گوناگون شاهین نجفی توسط اعضای ملتفت، علی النور تو آهنگی به اسم ناجورها در حمایت از شاهین نجفی ملتفت رو دیس میکنه. بعدم آهنگی به اسم قیف که دیس به قاف بود منتشر میکنه و مدعی میشه علی قاف رو تو محله خودشون کتک زده و فیلمش رو گرفته، ولی تو مرامش نیست پخش کنه. بعد از این واقعه نه تنها هیچ کدوم از اعضای ملتفت حتی در حد یه توییت هم به النور اهمیت ندادن، بلکه مابقی طرفدار رپ فارسی به دفعات رو علی النور مدفوع کردن تا آخر خودش اعتراف کرد که گندگوزی کرده. ویدیو تموم شد. میدونم که اخبار عجیب رپ فارسی خیلی 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 بیشتر از ایناست و وقتم برامون نیست. 8 دقیقه رو رد کرده ویدیو، بزن زنگار دلین کامنت کنید برامون. فعلا خدافظی میکنم از حضور همتون. تا ویدیوی دیگر فعلا بود.